سرخط خبرها، طالبان صدها جنگجوی تازه به پنجشیر اعزام کردند. شهرداری کابل به باشندگان مسیر سرای شمالی کوتل خیرخانه، خانه ها و جایدادها را تخلیه کنید. ادامه آتش سوزی ها در جوزجان، صدها خانواده آواره شدند. جنگ رو در روی فرمانده خالد امیری و ملا زاکر سرلشکر جدید طالبان در پنجشیر آغاز شد. با مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها. با دنبال گماشته شدن مسئول نظامی برای پنجشیر از سوی رهبر طالبان، صدها جنگجوی تازه به این ولایت اعزام شدند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان صبح روز دوشنبه 31 اسد صدها نیروی تازه به بخش‌های مختلف پنجشیر اعزام کردند. با گفته منابع، بخش از این نیروها به دره عبدالخیل ولسوالی دره با هدف بازداشت فرمانده ملک از فرماندهان جبهه مقاومت ملی اعزام شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. شهرداری کابل به باشندگان مسیر سرای شمالی کوتل خیرخانه، خانه ها و جایدادها را تخلیه کنید. شهرداری کابل به مالکان جایدادها در اطراف جاده سرای شمالی کوتل خیرخانه در روز فرصت داده تا جایدادهایی را که به گفته این اداره غصبی است تخلیه کنند. شهرداری کابل روز دوشنبه 31 اسد در اعلامیه این ضرب الاجل را برای مالکان جایدادها و خانه ها در سمت چپ جاده سرای شمالی تا کوتل خیرخانه تعیین کرده است. با گفته شهرداری کابل در این مسیر دست کم 150 خانه و جایداد استملاک شده و به زودی کار تخریب این جایدادها آغاز می شود. پیش از این شهرداری کابل ده ها خانه را در ساحه چارای قنبر نیز تخریب کردند. مالکان این خانه ها در آن زمان بر رسانه ها گفتند که این جایدادها شخصی است و برای اثبات آن اسناد کافی در دست دارند. ادامه آتش سوزی ها در جوزجان، صدها خانواده آواره شدند. منابع ملی در جوزجان میگویند که آتش سوزی طبیعی در این ولایت از ولسوالی فیض‌آباد به ولسوالی خواجه‌دوگو گسترش یافته است. منابع ملی روز دوشنبه 31 اسد به روزنامه 8 صبح میگویند که در دو روز گذشته دامنه آتش سوزی به روستای لب جر تاغون تگمنیه ولسوالی خواجه‌دوگو رسیده است. با گفته منابع ملی تاکنون 4 منزل مسکونی در نتیجه آتش سوزی در خواجه‌دوگو سوخته است. بشیر احمد قاسانی. بعد از هلمند بار دیگر فرمانده خالد حمیری و ملا قیوم زاکر به میدان پیکار می آیند و جنگ 16 روزه دارند. توکلمان به خداوند متعال، عزت، ذلت و نصرت به دست اوست و بیگمان خدا با ظالمان نیست. مولوی حبیب الله حسام. ملا عبدالقیوم زاکر از متحد نزدیک القاعده تا روابط نزدیک با سپاه پاسداران، مسئول نظامی طالبان در پنجشیر و اندراب، دوست و متحد سپاه و القاعده است. ملا عبدالقیوم زاکر زندانی سابق گوانتانامو، متحد نزدیک القاعده و فرمانده قدرتمند طالبان که از سالها پیش حمایت سپاه پاسداران ایران را با خود دارد، روز یکشنبه 3 اسد به عنوان مسئول نظامی طالبان در امور پنجشیر و اندراب منصوب شد. در یک سال که از سلطه طالبان بر افغانستان گذشت، نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود به دردسر جدی برای حاکمیت طالبان تبدیل شدند. این نیروها هرچند بیشتر در نواحی کوهستانی مستقرند، در این یک سال بارها توان نظامی طالبان و ادعاهای این گروه مبنی بر سیطره بر تمام جغرافیای افغانستان را به چالش کشیدند. در یک سال گذشته از ملا فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع طالبان، و قاری فسیح‌الدین فدرت، رئیس ستاد ارتش این گروه، به عنوان ماموران طالبان برای سرکوب جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب نام برده می شد. این دو فرمانده طالبان در این مدت بارها به پنجشیر و اندراب سفر کردند و کوشیدند با بسیج نیرو از زمین هوا جبهه مقاومت ملی را زمین گیر کنند. اما با وجود درگیری های سنگین و اعزام هزاران نیروی طالب به پنجشیر و اندراب، جبهه مقاومت ملی همچنان به طالبان ضربات سنگین وارد کرده است. در آخرین مورد، روز 24 اسد 40 تن از جنگجویان طالبان در دره آرزو به اسارت نیروهای جبهه مقاومت ملی درآمدند. با این حال انتصاب یکی از چهره های تندرو طالبان که از او به عنوان متحد نزدیک القاعده نیز نام برده می شود، نشان می‌دهد که مبارزه جبهه مقاومت ملی افغانستان با طالبان به فاز جدید وارد خواهد شد. طالبان در یک سال گذشته کلاً وجود نیروهای جبهه مقاومت ملی را انکار کرده است.
سخنگویان این گروه جبهه مقاومت ملی نام نمیبرند و ملا یعقوب وزیر دفاع این گروه دستور رسمی صادر کرده است که نهادهای امنیتی و رسانه‌های طالبان در گزارش‌های خود از ذکر نام جبهه مقاومت ملی خودداری کنند و به جای آن بغاوتگران یعنی سرکشی کنندگان شورشیان بنویسند. مولا عبدالقیوم ذاکر کیست؟ طالبان تا کنون در مورد مولا عبدالقیوم ذاکر هیچ اطلاعات منتشر نکردند. در رسانه‌ها و فضای مجازی هم هیچ عکسی از او موجود نیست. بر اساس اطلاعاتی که وزارت دفاع آمریکا در سال 2006 در مورد عبدالقیوم ذاکر منتشر کرد، او متولد 1973 شهرستان کجکی ولایت هلمند است و با نام عبدالله غلام رسول نیز شناخته می شود. او در سال 1990 به طالبان پیوست و علیه نیروهای جبهه اتحاد شمال که احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم و دیگر رهبران غیر پشتون رهبری می کردند جنگید. عبدالقیوم ذاکر، ملا عبدالغنی برادر و ملا فاضل مظلوم سه چهره اشد نظامی طالبان در رهبری جنگجویان این گروه در جنگ علیه نیروهای اتحاد شمال بودند. عبدالقیوم ذاکر در 28 نوامبر 2001 و در آستانه فروپاشی رژیم طالبان به اسارت نیروهای تحت امر عبدالرشید دوستم درآمد و به نیروهای آمریکایی تسلیم شد. مجله لانگ وار ژورنال که فعالیت سازمانهای تندرو و تروریستی را دنبال میکند در چندین گزارش خود در سالهای اخیر از ملا عبدالقیوم ذاکر به عنوان متحد نزدیک القاعده نام برده است. ملا عبدالقیوم ذاکر در سال 2006 از زندان گوانتانامو به زندان پلوچرخی در کابل منتقل و پس از مدت آزاد شد. او پس از آزادی از زندان فرماندهی نظامیان طالبان در جنوب افغانستان را بر عهده گرفت و موفق شد توان نظامی این گروه در جنگ علیه دولت وقت افغانستان و نیروهای خارجی را به سرعت افزایش دهد. شخص دیگری که جنگ طالبان در جنوب افغانستان را رهبری میکرد ملا ابراهیم صدر بود که از سپتامبر 2021 معاون وزیر داخلی کشور در کابینه طالبان است. ملا صدر ابراهیم و عبدالقیوم ذاکر با درآمد هنگفت حاصل از کنترل بازار قاچاق مواد مخدر و معدن در جنوب افغانستان در بسیار از تصمیم گیری هایشان در جنوب افغانستان مستقل عمل میکردند. در سال 2016 وقت اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان در حمله هوایی امریکا در پاکستان کشته شد، عبدالقیوم ذاکر و ابراهیم صدر پاکستان را بعد از داشتن در کشتن اختر منصور متهم کردند. در آن زمان گزارش‌های منتشر شد که این دو فرمانده ارشد طالبان از رفتن به پاکستان و حضور در جلسات و تصمیم گیری شورای کویته خودداری میکنند و بیشتر در ایران و روستاهای جنوب افغانستان حضور دارند. منابع آگاه در جوازای سال 1401 به اندپندنت فارسی گفتند که ملا صدر ابراهیم، ملا عبدالقیوم ذاکر و ملا خیرالله خیرخواه سه تن از چهره‌های کلیدی طالبان هستند که سالها پیش تحت حمایت سپاه پاسداران ایران قرار دارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل که از فرماندهان سپاه قدس و بنیانگذار لشکر فاطمیون است، با این سه عضو ارشد طالبان رابطه نزدیکی دارند.